بدو بیالا، بدو حسین، به پریقه اتوبوسو بگیر، به پا بازم جا نمونی. آخ که اگه توی نیست کام بهش نرسی، باز نرسیدی حسین جقیل، باز نرسیدی. بر بکش پاشنه رو تا ایستگاه بعدی. آقا اتوبوسه تا هستم بی خیلی شد بستم. تازه نهار خورده بودیم که تلکس اومد عراق فرودگاه اهواز رو بمبارون کرده. 5 دقیقه بعد فرودگاه کرمانشاه، 5 دقیقه بعد فرودگاه بوشهر، 5 دقیقه بعد پایگاه شکاری دسفول. 6 ماهی میشد که مرز آروم نبود. تو خبرها بهش میگفتیم درگیری‌های مرزی. اما این دیگه درگیری مرزی نبود. داشتم منبع خودم رو پشت تلفن سینجیم میکردم که بفهمم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. دقیقاً کجاها رو زدن، چند تا هواپیما بودن که یهو حالا جنگ بیخ گوشمون. اولین بار تو زندگیم بود که حریف زد و در رفت. این رسم دعوای عالم بچگی هامونم نبود. قسم خوردم کاری باهاش بکنم که تا عمر داره یادش نره. عادتم بود که خودمو برسونم. به چی؟ به همه چی. به شلوغی های سیاسی تو خیابونای تهران، به لاشه هواپیماهای آمریکایی تو تبعث، به مذاکره با آمریکایی تو الجزایر، به همه اینا رفته و برگشته. حالا من جنگی میرفتم که یه گزارش جنگی بنویسم، اما یه احساسی بهم میگفت این یکی با قبلی‌ها تومنی 2000 توفیر داره. خلبانان شجاع و با ایمان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ساعت 5 بامداد امروز، اول مهر ماه 59، هدف‌های نظامی خود را در قلب کشور عراق در ایران در هم کوبیدند. کلیه هواپیماها پس از انجام این مأموریت موفقیت‌آمیز به پایگاه‌های دیروز همه گیج بودن، تا اینکه امام مثل همیشه با چهره آرومش اومد تو تلویزیون گفت نترسید. یه دوزی اومده، یه سنگ انداخته، امام به وقتش به حسابش میرسی. بعدش هم گفت حواستون باشه گول شایعه هایی رو که دشمن را میندازه نخوری. راست میگفت، قدرت تخریبی شایعه و اخبار نادرست 10 برابر هر بمبی بود، شاید هم بیشتر. از کجا میای حاجی؟ عد اسفول. میدونی عراقی ها تا کجا جلو اومدن؟ تا خرمشهر اومدن. خودت دیدی یا شنیدی؟ تو چطور فرمانده ای هستی که خبر نداری عراقی ها تا کجا اومدن؟ یه نقشه سرراحت میخریدی؟ راست میگفت، چقدر به نقشه احتیاج داشتی. نقشه‌ای که باز خودم میکشیدم تا درست شیر فهم شم. البته انگار توی این هیر و ویر دست روزگارم داشت نقشه زندگی ما رو میکشید. حالا ای گفتی داستان از کجا عوض شد؟ از تو راه که دیدم جنگ زده ها هر کدوم یه چیزی میگن؟ از تو اهواز که دیدم هیچکی نمیدونه عراق تا کجا جلو اومده؟ شایدم اون روز تو پادگان گلف که محسن رضایی به حکم آشنایی قدیمی و البته از سر اضطرار مسئولیت راه انداختن اطلاعات عملیات جنوب و به طور موقت سپرد به من. آچارش مهم نیست، مهم اینه که از همون روز پیچ و مهره شدم به جنگ و جبهه و غلام حسین افشردی شد حسن باقری. گفتم که من به بیخبری حساسیت داشتم. اگه یه اتفاق و 2 نفر 2 جور تعریف میکردن با سر در میآوردم کدومشون درست میگه. دست خودم نبود. دیگه همینجا بود که دیدم جنگ یه لشکر گزارش نویسه تمام وقت میخواد. یه اتاق کوچیک تو پادگان گلف اهواز شد خونه و دفتر من، شد خبرگزاری جنگ. به سربازا، به راننده ها، به فرمانده ها، به تدارکاتچی ها، به هر کسی که دستم میرسید سپردم هر خبری از هر محوری دارن بیان و اطلاع بدن. گزارش ها رو با هم تطبیق میدادیم و از توش واسه فرمانده های بولتن روزانه در می آوردیم. نگاه نکن، ببین، حتی پرنده ها و خرگوش ها رو وقتی میتونی ببینی که خودت هم همراه نگاهت ببری. با حضور قلب خودت اونجا ببین، اونقدر تمرکز کن که چیزی دیگه ای نبینی. خاک دشت و زیر پاهات حس کن، بوی نم کارون رو بشنو، هر فاصله یا قدم به قدم طی کن، طوری که وقتی برمیگردی دکل خسته باشی نفس نفس بزنی. برادر این کاغذا که خواسته بودین؟ کاغذ کالک، چقدر دوستش داشتم. باش میتونستی دنیا رو دستکاری کنی بدون اینکه به اصلش دست بخوره. میتونستی نقشه جنگ و جدا از نقشه آشنای همیشگی بکشی. این امیدوارت میکرد که اصلش دست نخورده میمونه.
آخرش هم یه روز این کالکا کنار میرن و دوباره نقشه میشه همون نقشه همیشگی با همون مرزای آشنا که تو مدرسه میکشیدیم. غلام حسین هم 6 ماه دنیا اومد روز 3 شعبان. تو سرمای زمستون اون سالای تهرون 1 کیلو 800 گرمی که امیدی به موندنش نبود. تا یه ماه بچه‌مو گذاشته بودیمش کنار کرسی، هیچ صدایی ازش در نمی اومد. گریه میکرد، بچه‌م صدا نداشت. چند بار اونقدر مریض شد فکر کردیم دیگه تمومه. موندن و بزرگ شدنش خودش یه معجزه بود. حالا کی باور میکرد این بچه تو 25 سالگی فرمانده یه لشکر شد. صدام واس خودش بزرگ شد ولی هیکلم ریزه موند. حرف که میزدم کنتور سنم بالا میرفت ولی کلی طول میکشید تا به سن واقعیم برسه. واسه همین اول هر کاری من همیشه سهی چقدر بودم. اما یه اتفاق باعث شد رو حسین جیغیلی حساب دیگه وا کنم. خونه همسایه آتیش گرفته بود، راپل پر آتیش و دود بود و عصمت خانم قش کرده بود وسط آتیشا. هر گلی هم میخواست دیوار بره بالا 2 متر نرفته تالاپی میافتاد زمین. فهمیدم کار خودمه. یه پتو خیس انداختم رو دوشم، ساروج آجورا، قرنیز پنجره، بعدش ایوون. هر شکستگی پنجره رفتم تو. برام سنگی بود ولی عصمت خانمو پیچوندم لا پتوی خیس و انداختم رو کولم. اون آتیش منو به خودم شناسوند. دیگه لازم نبود پشت صدام قایم بشم. تو دعوای بچگی هم یاد گرفته بودم اگه مشت اولو بزنی برنده ای، به قد و هیکل نیست. بعد از اون عصر تابستون کلا رفتار همه با هم عوض شد. دفعه اولی که دیدمش یه چیزی گذاشته بود زیر پاش که دستش به بالای نقشه برسه. فکر کردم از این بچه موثراست که شناسمشون رو دستکاری کردم بیان جبهه. جلسه توجیه فرمانده محورا بود. می‌خواستم بهشون بگم این گزارشایی که باید بنویسن و بفرستن چه اهمیتی داره. کار راحتی نبود. عراق نفر به نفر داشت می‌کشت و میومد جلو. اینکه حالا تو این شرایط بشینی یه گوشه کاغذ قلم در بیاری و شرح ماوقع بنویسی و اینا رو رو نقشه وارد کنی واسه خیلی‌ها بی‌معنی بود. حرفاش به نظرمون بی ربط میومد. از گوشه و کنار مملکت خودمون رسونده بودیم خوزستان که دشمن از سوی مگسک تفنگ نگاه کنیم، نه اینکه بشینیم با موضوع خاطرات من و دشمن انشا بنویسیم و نقاشی کنیم. روم به دیوار بودم و صداشون از پشت سر میشنیدم. یکی پچ کرد اومدیم جنگ یا کلاس جغرافی، یکی دیگه میگفت آق معلم آلبالو گلاس امسال بخوره 14 سالش میشه. یه وقتی خودم میپرسم من چطوری کم نیوردم، من از کجا اونقدر به کارم مطمئن بودم. یه بار فکر میکردم گزارشم کامله. پرسید مگه عملیات تو شب نیست؟ گفتم چرا. گفت پس چرا شب تو منطقه نموندی تا بفهمی موقعیت مهتم نسبت به خط پدافند چجوریه؟ شبی چند تا منور میزنن؟ وقتی شب توی رمل حرکت میکنی صدای پات تا چند متری شنیده میشه؟ صدای یه تانک چی؟ یه موتور چی؟ حرفی نداشتم، زل زده بودم تو چشمش. زنگ زد به من که چرا گزارشت خالیه. گفتم آخه خبری نبود که بنویسم. گفت خب بنویس خبری نبود. همین خبری نبود واسه من خبره. بعد از این جلسه فهمیدم بزرگترین مشوق و پشتیبان حسن برای شرکت توی جمع فرمانده ها تنها آقای خامنه‌ای بوده. یادم میاد اگه اشتباه نکنم تو شور و شوق بعد از شکستن حصر آبادان بودیم که آقای بهشتی اومد جنوب و گفت من 10-20 تا نیروی متحد میخوام برای استانداری و شهرداری و قوه قضاییه. کی بهتر از شما؟ همه بچه‌ها سرشون رو انداختن پایین. منشون من فهمیدم، اما آقای بهشتی گمون کرد بچه‌ها به تعارف ساکتن. اون روز هیچ کی راضی نشد رنج و گرمای جبهه رو با آسایش و خنکای پشت میزای فندقی عوض کنه. فرداش آقای بهشتی برگشت پایتخت با دست خالی اما دل مطمئن. وقتی هر شب گزارش تک تک محورهای عملیاتی رو بخونی و تو نقشه وارد کنی، کلمه ها کم کم معنی دیگه ای پیدا میکنن. به جای اینکه بشنوی میبینیشون، حسشون میکنی. تو بگو چذابه، من تپه های نبعه رو دست راستم میبینم، نهرهای کرخه رو دست چپم، کوههای میشتاق و پشت سرم. میدونم این هو هو صدای پیچیدن باد توی رملهای نبعه است. میدونم این نسیم خنک از سمت هورالهویزه میاد. کم کم تو کلت یه نقشه کامل میسازن. اونجاست که میتونی چشماتو ببندی و بری خط مقدم و برگردی. بری محور دار قوین، محور بستان، طلایی، سپاه سوم، سپاه چهارم، لشکر نو، لشکر پنج، الاماره، بصره، کرخ کور، سابله، جفه، چنان، جفه، چنان. چند هفته بود متوجه یه شکاف بین سپاه چهارم و سوم عراق شده بودم. یه ماهی رفتم شناسایی. میخواستم ببینم تحرکاتشون در جهت پر کردن این شکاف هست یا نه. اگر عراقی‌ها این نقص رو رفع می‌کردن کار واسه ما خیلی مشکل می‌شد، اما اگه نه می‌شد دروازه خالی. شوت می‌کردی گل شدنش ردخور نداشت.
کاری نیست برادر باقری. آقا جون به محمود بگو اگه دم کنی نیستی لاغل کفگیر نباش، وقتی میگه خودم میرم شناسایی خودش بره دیگه. حسن عاشق نقشه بود، کل شق و بلند پرواز. چما که از جنگ گذشت فهمید این راه جنگیدن نیست. فهمید ما با این ارتش تصفیه شده و با این توان محدود نظامی و با این داوطلبای آموزش ندیده تو جنگ کلاسیک با عراق شانسی نداریم. 4 تا عملیات بزرگمون تو 4 ماه شکست خورده بود. حالا هی از خودمون میپرسیدیم پس چیکار کنیم؟ جواب تو مشت حسن بود. رو کرد به من و رحیم صفوی و گفت: وقتی زورت به حریف نمیرسه باز غافل گیرش کنی. واسه اینکه غافل گیرش کنی باز بشناسیش. بعد میگم آقا رشید. گفتم نه، حق با توئه. من پیش بینی میکنم به زودی دشمن دست به الحاق سپاه سوم و چهارم میزنه و با پر کردن این شکاف پشتیبانیهای خودش رو از داخل خاک ما انجام میده. پیش بینی میکنی؟ بله. چطور ممکنه؟ جوفه رو به چنانه وصل میکنن، روی کرخ نیسان و کرخ کورم پل میزنن. 2 هفته بعد عراق رو رودخونه ها پل زد و سپاه سوم و چهارمش رو به هم متصل کرد. حالا جنگ ما شده بود شبیه یکی از دعواهای بچگی حسن، یه نوجوان لاغر و نحیف جلوی قلتشن. راهش این بود که روبروش وانستی، از اون سمتی که فکرشو نمیکنه تو اون لحظه که حواسش نیست دورش بزنی و چپ و راستش کنی. گزارشو که دید پرسید خاک خاکریزو کدوم طرف ریختن؟ طرف ما یا طرف خودشون؟ گفتم طرف خودشون. مگه فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگه طرف خودشون باشه فکر دفاع دارن نه حمله، اما اگه طرف ما باشه یعنی دارن آماده عملیات میشن. بچگی عاشق سرعت بودم، اگه پیاده بودم میدویدم، اگه پشت فرمون بودم گاز میدادم. وقتی بابا تو پیکان 51ش کنارم میشست یه لنگ مینداختم رو کیلومتر شمار. چند بار تصادف ناجور کردم ولی ادب نشدم. انگار قرار نبود فعلا ادب بشم. آخه زندگی یه اتوبوس 2 طبقه گنده و عجول بود که توی ایستگاه خیلی صبر نمیکرد. اگه به موقع حاضر بودی سوار میشدی، وگرنه جا میموند. بنی سطر تازه رفته بود. تو شهرها روزی نبود که ترور و انفجاری اتفاق نیفته. با این وضع هنوز فوج می اومدن جبهه ولی هیچ پیروزی مهمی به دست نمی اومد. اگه نمی جنبیدی معلوم نبود دیگه کسی رغبتی به جبهه نشون بده. تابستون 60 دنیا واسه من، رشید، رحیم تو 3 تا نقطه خلاصه می شد. اتاق اطلاعات، اتاق جنگ، اتاق شناسایی. هدف شکستن محاصره آبادان بود و نقشمون ساده. می‌خواستیم تو تاریکی شب از 3 تا محور عراقیای شرق کارون رو دور بزنیم و پلای پشت سرشون رو منفجر کنیم. 3 ماه وقت داشتیم شناسایی‌ها رو کامل کنیم. اوایل مرداد 60، اواخر ماه رمضان بود. قرار شد 2 ساعت و نیم مونده به افطار بیاد خونه دوستم تو اهواز. اومد. میدونستم تو اطلاعات سپاهه، میدونستم اطلاعات یا کم حرفن، اما واسم مهم بود که سکوتش رو چه جوری میشکنه. حتما به خودش فکر میکرد که من سر صحبت رو باز میکنم، اما تصمیم گرفته بودم یه بار رو عجله نکنم. اما تو چنین وضعیتی باد محکم پنجره رو به هم زد. هر دو مدیر از پریدیم بالا و چش تو چش شدیم. منم نگذاشتم نورداشتم، گفتم من حسن باقری نیستم، من غلام حسین افشردیم، باقری اسم اطلاعاتیمه. اولش یه لحظه جا خوردم، اما خیلی به دلم نشست وقتی دیدم سکوتش رو با صداقت شکند. جبهه آروم بود، از فرصت استفاده کردم با پروین اومدیم تهران و اواسط مرداد ازدواج کردیم. یه ماه عسل جنگی هم رفتیم شمال برگشتن و از چالوس اومدیم تهران. وقتی اسمش رو صدا می زدم قند تو دلم آب می شد. حسین آقا اینجوری که متوجه سرعت نمی شی. حق کاملا ما شماست پروین جان، عادت بچگیه دیگه. دست بردم که لونگو وردارم، پام از گاز سرید یه وری، سرعتم شکست، یه اتوبوس رزمنده چیزی نمونده بود از پشت سر ما رو بتونه آسفالت کنه. اتوبوس فرمون گرفت جلوتر واستاد. 4-5 تا رزمنده اومدن بیرون با فلاسک آب. چیزیت که نشد اخوی. نه آقا مقصر خودم بودم. تو خودم بودم و یاد نیروام تو منطقه و تو فکر پدر شدن. اینکه میخوای چی واسه بچت به یادگار بذاری؟ حسین جان، درست کردن دنیا که وظیفه من و تو یه نسل و دو نسل نیست. ما بعد راهمون رو درست بریم. اون وقت بچه‌هامون از جایی شروع می‌کنن که ما تموم می‌شیم. راست میگفت. زندگی مثل اطلاعات عملیاته. باز زیر و روی دنیا رو شناسایی کنی، نقشه رو بدی دست بچه‌ها تا یه وقت راهشون رو گم نکنن. مهر 1360 حصر آبادان و قفل جنگ با هم شکست، اما هنوز هیچ شهر مهمی آزاد نشده بود. خرمشهر خیلی دور به نظر می اومد ولی اون بالا میشد به بستان فکر کرد. بعد ما شناسایی اومد گفت پس توی رملا حمله کنیم. حمله از طریق تپه‌های رملی؟ پیاده فرو میرفت نفر بر کلاچ میسوزن، اما اگه میشد دوباره از پشت سر دشمن در میومدن.
اصرار کرد. خودش سرهنگ نیاکی و برداشت با جیب برد تنگه چذابه. مسیر رو نشونش تا راضی شد. من با شن و رمل رفاقت داشتم. اردیبهشت 59 جز اولین کسایی بودم که خودم رسوندم تبس تا واسه روزنامه گزارش بگیرم. اونجا دیده بودم که شن چطوری میتونه بیاد کمکت، معجزه کنه. دیده بودم جنازه های سوخته ای تکاورای مغرور آمریکایی رو که زیر آفتاب کویر بو گرفته بود. 20 روزه یه جاده 15 کیلومتری تو رملا کشیدیم و واسه راهنما چند متر به چند متر فانوسای نفتی روشن گذاشتیم. اگه یه دیدبان عراقی به تپه‌های الله اکبر نگاه می‌کرد حتما چشماشو میمالید که مطمئن بشه خوابه یا بیدار. چند هزار لکه نورانی سوسوزن که با عبور رزمنده‌ها تون تون خاموش روشن می‌شدن. تکمیل عملیات 2 هفته طول کشید ولی بستان همون ظهر فرداش آزاد شد. همون اوایل که حسن رو دیدم ازش خوشم اومد. به نظرم از اون بچه های تیز و بز جنوب شهری اومد. هر وقت میگفت مجید آبدونت میزونه میفهمیدم باید بریم شناسایی. اما تو عملیات بستان بود که قدرت فرماندهیشو به چشم دیدم. چه پشت بیسیم چه جلو گلوله. نیروهای ما همشون دارن برمیگردن. حضور اسلحه و تهدیدم دیگه جلو نمیرن. فقط یه عده از ارتشی دارن میرن سمت پل. مجید دارن میرن. حسن با عجله اومد بیرون، منم دنبالش. پرید رو موتوری که پای دیوار بود، منم پریدم پشتش. رفتیم سر زمین. نیروهای مرتضا تو دشت پخش و پلا بودن. بیسیم زدم با گردانشون ارتباط گرفتم و گفتم همه آماده باشید، بیا این طرف چهارشنبه سوری. چهار منور همزمان شلیک کردیم. بچه‌ها دیدن اومدن طرف ما. دوباره نیروهای مرتضا رو شکل دادیم و با بچه‌های عزیز جعفری یکی شدیم. جنگ سختی بود. کشت و زخمی فراوون، اما بالاخره دشمن رو دور زدیم و رسیدیم به پل رودخونه سابله. یحیی هم که از شمال رسیده بود. به هم که دست دادیم از نیروهای عراقی عین مور و ملخ اسیر گرفتیم. اولش میشست کنار مترجم و تک تک اسیرا رو سینجیم می‌کرد، اما چون سختش بود خیلی زود خودش عربیات گرفت و با اسرا خودش حرف زد. یه روز توی یکی از این بازجویی‌ها کار پیش نمی‌رفت. معلوم بود افسر بدقلقیه. آخر سر خود حسن اومد رفت تو اتاق. چند ساعت گذشت دیدم صدایی در نمیاد. فکر کردم بلایی سر هم آورده. اگه از اینجا حمله کنیم چی؟ چیکار می‌کنین؟ از این محور حمله نکنید بهتره. سه تا لشکر پاش خوابیده. سه تا نیست، دو تاست. استعدادشون یعنی گردنشون هم خیلی کلف نیست. یکشون هم که تازه عروسه، هنوز محله رو درست نمی‌شناسه. خوب جاسوس بین ما دارین. مگه شما ندارین؟ آسم گرفتم تا دو کلم حرف ازش بکشم. سیگارش فعلا برسه دندون، عقلش تازه داره نیش میزنه. صبح با هواپیما اومدم تهران. جلسه فرمانده ها تا عصر طول کشید. پیاده راه افتادم تو خیابونا. با مردم قاطی شدم ببینم درباره جنگ و جبهه چجوری فکر میکنن. رفتم توی بقالی تا با یه نوشابه عرق گرم رو در بیارم. بعدشم رفتم سینما. وسط فیلم عراقی رو نشون میده که گله گله از تو ماشین میپرن بیرون و با رگبار چند تا ایرانی همگی از دم درو میشن. تمام نکردم زدم بیرون. با خودم فکر کردم یعنی ما جلوی این دشمن احمق زه زدیم. وقتی جنگ طول میکشه نباس به مردم دروغ گفت. نکنه واقعیت رو بکنیم هنای بعد عروسی. تو راه فرودگاه راننده گفت اگه بهش بگم جنگ هی تموم میشه ازم کرایه نمیگیره. پیاده که شدم یه سدی بهش دادم که یعنی خدا میدونه. برای گرفتن خرمشهر کار سختی داشتیم. راحت‌ترین راهی که هر کسی به ذهنش می‌رسید حمله از جبهه جنوب اهواز بود. یعنی شاخ به شاخ و رو در رو. ولی این همون چیزی بود که عراقی‌ها می‌خواستن. دنبال یه راهی می‌گشتن که به عقل جنم نرسه، چه برسه به عراقی‌ها. آره، کارون. هیچکی به عبور از کارون فکر نمی‌کرد. خیلی گشتیم تا دارخواهین رو پیدا کردیم. دشمن اونقدر خیالش راحت بود که اون دست آب و خالی گذاشته بود. نوبت شناسایی بیت المقدس که شد، حسن گفت اگه دستتون به جاده اهواز خرمشهر بخوره آزادی خرمشهر قطعی میشه. باید تو تاریکی شب 26 کیلومتر از بین مواضع عراقی میرفتیم و سپیده صبح که برمیگشتیم میدیدیم کنار کارون منتظرمونه. خب همه دانی چی شد؟ دست زدین به جاده؟ دست نزده بودیم، اما جلوتر رفته بودیم. ولی اون به این راحتی ها نمره نمیده. جواب نهایی واسش مهم بود. میگفت دستی رو که به جاده بخوره باید بوسید. شب هفتم و هشتم دیگه استخون شست پای بعضی بچه‌ها زده بود بیرون. چقدر سخت بود سخت گرفتن به کسی که تو 2 هفته کفشش 2 شماره بزرگ شده، کمربندش 2 سوراخ محکم‌تر. جاده مثل سراب شده بود. هر شب که جلوتر می‌رفتیم دورتر و دورتر می‌شد. آخری صبر حسن سر اومد. انقدر بچه‌ها رو فرستادم شناسایی اونور آب که پاهاشون تاول زده بود.
هکه این 100 متر تموم میشه. مثل ولیدله اول پرسی کوچه خیابون نمیرین که. اگه مال این حرفا نیستین بگین خودم برم. سخت‌ترین محور عملیاتو دادم به بهترینا، تیپ محمد رسول الله به فرمانده حاج احمد متوسلیان. فردا صبح رسیدن به جاده، ولی چون یگان سمت راستشون به موقع ملحق نشد، عراق از شکاف بین نیروها استفاده کرد و پاتکای کمر شکنی زد. اگه حاج احمد نبود جاده از دست رفته بود. خیالمون که از جاده راحت شد، فهمیدم با این همه موانع و نیرویی که عراقی ها ریختن تو خرمشهر نمیشه انداخت رو جاده و رفت پایین. هدف مرحله دوم عملیاتو عوض کردیم. هر بار که رمز شروع یه عملیاتو میگفتم انگار یه کامیون 10 تن بار آجرشو کمپرس کرده باشه رو سرم. یهو سنگینی مسئولیت جوانای پاکی که داشتن میون اون همه آتیش و گلوله جلو میرفتن رو دوشم سنگینی میکرد. و فکر اینکه نکنه تو شناسایی یه چیزی از قلم افتاده باشه مثل خوره میافتاد تو جونم. البته که اونا رو کاغذ از ما سرتر بودن. نیروهای آموزش دیده، سلاح‌های جور و جور، حمایت‌های بین‌المللی، ولی بچه‌های ما یه سلاحی داشتن که صدام هر چی هم پول خرج می‌کرد نمی‌تونست بخردش. ما همه عاشق بودیم. بریم به سمت غرب تا مرزای بین‌الملل. از خرمشهر چی میشه؟ قرارمون این نبود. صدام باید انتخاب کنه. بصره یا خرمشهر. با این حرکت حسن عراقی ها دوباره غافلگیر شد. تا بیان به خودشون به جنبن، هم خرمشهر به محاصره افتاد، هم بصره تو معرض تیر رس قرار گرفت. نبرد بیت المقدس 25 روز طول کشید. پاتکای عراق اونقدر سنگین بود که چند بار فرمانده ها خواستن عقب بکشن، ولی حسن باقری مدام رازشون میکرد که یه روز دیگه ادامه بدن. تو مرحله سوم عملیات دیگه همه بریده بودن. خیلی از فرماندهای عملیات ازش رنجیدن و جوابشو محکم میدادن. اما چند روز بعدش که خرمشهر آزاد شد، همون فرمانده زودتر از بقیه بغلش کردن و ایول زدن براش. خرمشهر که برامون عین کابوس نیمه شب بود، حالا شده بود یه رویای شیرین. فتح خرمشهر نتیجه تغییر تفکر جنگی ما بود. وقتی فهمیدیم با سفره بی بی سه شنبه و کوبیدن سر به دیوار کاری از پیش نمیره، خدا راه پیروزی رو نشونمون داد. هر روزی اگه آخرین روز زندگیت باشه، میشه یه روز خاص برای اونایی که میشناسنت. توی اون روز تو واسه بقیه میشی یه آدم خاص، کارات میشن کارهای خاص، چون بعد که نگاه میکنن آخرین تصویریه که ازت دارن. مثل اینکه وسط یه فیلم موتور آپارات از کار بیفته، یه عکس رو پرده بمونه، اونقدر میمونه که بسوزه و تا ابد تو ذهن تک بشه. اگه از پروین بپرسی با آب و تاب تعریف میکنه اون روز 11 بهمن 61 من حسن باقری با تأنی رفتم. مثل همیشه صبح زود نرفتم. با نرگس دخترم بازی کردم، موهاشو شونه کردم. بعد آروم آروم از خونه زدم بیرون طرف قرارگاه. شادم برگشتم عقبای نگاهی کردم. خلاصه از هر کی بپرسی یه داستانی برات داره. اما بذار راحتت کنم، فیلم من اونجوری تموم نشد. صبح مرتضی و داشم و چند تا از بچه ها رفتیم سمت فکه واسه شناسایی ولفجر مقدماتی. نمیدونم 9 بود یا 9 و نیم که رسیدیم بالای تپه بلند منطقه. نقشه رو باز کردیم و بحث شروع شد که الان دقیقاً کجایی. خلاصه بین علما اختلاف افتاد. پشت سرمون یه موزه خمپاره ارتش بود. داداشم گیر داده بود که بره مختصات دقیق سنگر رو از اونا بپرسه و رو نقشه علامت بذاره. رفت. 15 متری از سنگر دور نشده بود که نور سفیدی سنگرمونو پر کرد و چشمامو زد. گلوله توپیا خمپاره بود که درست خورد تو سنگرمون، تیکه تیکه شد. سهم هرگی یه تیک. منم سهممو برداشتم و بچه ها خدافزی کردم. روی داشم و بوسیدم و از سنگر پریدم بیرون. هنوز گرد و خاک نخوابیده بود که یه صدای قدیمی و آشنا فضا رو پر کرد. دویدم سمت جاده. اتوبوس 2 طبقه‌ای بود که تخت گاز میرفت، ولی این بار بی‌معرفتی نکرد و تا منو دید واستاد. جلدی پریدم توش و خودم رو ول کردم رو صندلی سبز خوش رنگش و مثل مسافرهایی که تا ته خط هستن چشامو رو هم گذاشتم و یه خستگی حسابی در کردم. حسن باقری اول مهر ماه 1359 یک روز پس از هجوم گسترده ارتش بعثی عراق راهی جبهه های جنوب شد. او که ابتدا به عنوان خبرنگار وارد اهواز شده بود، با توجه به وخامت اوضاع به واحدهای رزمی پیوست.
اقدامات پیگیر و اساسی او در زمینه شناسایی و جمع‌آوری خبر به راه‌اندازی واحد اطلاعات عملیات در ستاد عملیات جنوب منتهی شد. تشکیل بایگانی اسناد جنگ، ترجمه اسناد و شنود بیسیم دشمن و همچنین طراحی گردانهای رزمی و سازمانهای آنها از کارهای او محسوب می شد. حسن باقری هنوز 25 سال داشت که به دلیل برخورداری از نبوغ فکری و شهامت نظامی در دیماه 1359 به عنوان یکی از معاونان ستاد عملیات جنوب انتخاب شد. در شکست محاصره سوزنگرد فرماندهی عملیات را به عهده داشت. در فتح ارتفاعات الله اکبر و دهلاویه نقش بسیار ارزنده و مهمی ایفا کرد و در اجرای عملیات فرماندهی کل قوا جایگاه خود را به عنوان فرماندهی لایق و کاردان تثبیت کرد. در عملیات سامن الائمه فرماندهی محور دارخوین به او محول شد. شکست حصر آبادان به مقدار زیادی حاصل طراحی و سازماندهی عملیات و کسب اخبار و اطلاعات از دشمن توسط حسن باقری بود. در عملیات طریق القدس برای اولین بار قرارگاه مشترک نصر میان سپاه و ارتش ایجاد شد و شهید باقری به عنوان فرمانده قرارگاه نصر در عملیات‌های فتح المبین، بیت المقدس و رمضان با لیاقت و شایستگی تمام انجام وظیفه کرد. پس از پایان عملیات رمضان از سوی فرماندهی کل سپاه به سمت فرماندهی قرارگاه کربلا و جانشین فرماندهی کل در قرارگاه‌های جنوب و در نهایت به عنوان جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه منصوب شد. او در حین عملیات شناسایی در تاریخ 9 بهمن 1361 به شهادت رسید و سالها بعد یکی از فرماندهان عالی رتبه دشمن در خاطرات خود جنگ ایران و عراق را به دو دوره قبل و بعد از شهادت حسن باقری تقسیم کرد.